سلام عرض می‌کنم خدمت شما رفقا عزیز. بهتون خیلی وقت بود قول داده بودم که امین رو بیارم و براتون شکرپوره شیراز رو درست کنم. امین یه سلام علیک بکن بریم سراغ کارم. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان، در خدمتتون هستیم دیگه. امین خیلی آدم کم حرفیه، اما یه سوال قبل اینکه این غذا رو بپزین. امین توی یکی از هتل‌های خیلی خوب آشپزه و شفه. میخوام ازش یه سوال بپرسم، آشپزی ایرانی سخت‌تره یا آشپزی خارجی که برای خارجی‌ها داری آشپزی می‌کنی و غذا سرو می‌کنی براشون؟ والا بستگی داره، آشپزی وسترن فود خیلی آسون‌تره، ولی آشپزی شرقی یا ایژن ها مثل ما یکم فوتوفن داره، سخته. آشپزی خودمون چی؟ آشپزی خودمون سخت‌تره یا آشپزی خارجی سخت‌تره؟ نه آشپزی خودمون سخت‌تره، خیلی سخت‌تره. من نظرم همینه، آشپزی خارجی تکنیکه، ولی آشپزی ایرانی نیاز به تجربه خیلی زیاد داره و تنوع طعمامون تو هر شهری متفاوته. این همه شهر ما داریم غذاهای متفاوت، طعمای متفاوت، اما واقعا من فکر میکنم آشپزی ایرانی جز آشپزی سخته. شکرپلو خیلی مشتیه، اما شیرازی ها شکرپلو رو با چی میخورن؟ با خورشت قیمه. بذار من قیمه امین رو بیارم. شکرپلو رو با خورش قیمه میخورم. خورش قیمه رو ببین، اصلا باهات صحبت میکنه. اینجا رو نگاه کن، ببین چه خورشت قیمه ای درست کرده. امین با دیگه وقتش اصلا یه چنل بزنی برای خودت. این خورشت قیمه. خب بریم سراغ معرفی مواد اولیه. امین مواد اولیه رو بهمون معرفی کن. برنج هست که 4 تا لیوان کردیم، خیسش کردیم. اینم پیمونشه. 3 تا پیمونه شکر میخواد دیگه، خلال بادام، خلال پسته، خلال نارنگی، گلاب و زعفران و یه مقداری هم روغن میخواد. اما خلال نارنگی رو من ازش خواهش کردم نزنه، من آلرژی دارم، وقتی که میخورم صورتم میپاچه شدید. خلال نارنگیشو حذف میکنیم، اما من بهش گفتم بزن و نه، چون تو غذا نمیتونی بخوری، دوست ندارم بزنم. خب بس اینجوری شدش که الان میریم مثلا برای 1 کیلو برنج. الان ما 1 کیلو برنج داریم، 1 کیلو برنج چقدر باید شکر داشته باشه؟ 700 گرم. بس هر 1 کیلو برنج نیاز به 700 گرم شکر داره. گلاب هم که به یه اندازه بزنیم که زیاد طعم و تستش غالب نشه، اونم به اندازه است. خلال پسته و بادوم هم برای تزیین روش آپشنال، خلال نارنگی هم داره. اما واقعا این غذا خوشمزه است، وقتی که من خوردم عاشق این غذا شدم. حیف بودش که این غذا رو آموزش ندیم. کلم پلوشون هم شیرازی ها نامبروان، اصلا دست نداره. میریم دیگه پای گاز و باقی مراحل اونجا میریم. خب این از این. آقا این شکر رو میریزیم و بعدم یه دونه پیمونه آب، درسته؟ بله. اینم یه دونه پیمونه آب، اینم از این. حالا باید شعله رو روشن بکنیم و همینطور روغن هم بهش اضافه کنیم. روغن هم بهمون نشون بدید چقدر نیاز داره. روغن تقریبا نصف پیمونه میخواد. این هم همون پیمونه یه که باهاش برنج و شکر رو پیمونه کردیم. پیمونه استاندارده، تو پلو پزاتون هم هستش. اینم از این. پس باید منتظر بشیم تا بجوشه بقید. دیگه البته بستگی به خودتون داره، میتونید به جای روغن کره استفاده کنید. کره هم استفاده کنیم، خیلی خوشمزه میشه. پس منتظر میشیم تا جوش بیاد و بعد زعفران هم بهش اضافه. بعد تو این مدت هم شروع به هم زدنش میکنیم. خب پس منم اینو آروم هم میزنم تا شکر حل بشه. خب آب شکر رو خیلی نباید بجوشونیمش که غلظتش از دست بده، غلیظ بشه. همین که شکر حل شد زعفرون رو بهش اضافه کنیم. البته این کاری هم که کردی یه کار قشنگ و حرفه‌ایه، باعث میشه که عطر و بوی زعفرون بیشتر بمونه، چون اگه جوش بخوره هم توی قل خوردنه و تو حرارته هم عطرش رو از دست میده و هم طعمش رو. همین چقدر زعفرون ریختیم؟ اینو تقریبا 1 گرم. 1 گرم زعفرون ریختی. البته بازم بستگی به کیفیت و کوالیتی زعفرونتون داره. بله. خب پس اینم از این. شربتش آماده شد، میریم سراغ مرحله بعدی. آبمون که جوش اومد، یه مقدار روغن. بله. و یه مقدار خیلی کم نمک اضافه میکنیم، چون که غذامون شیرین هست. اینم طعمشو بالانس میکنه. طعمشو یکم بالانس میکنه. خب این از این و برنجم
برنجم برنج خیس کرده است، آبش رو سعی میکنم خالی کنم. امین جان چقدر برنجی چقدر خیس کردی، چقدر گذاشتی داخل آب مونده؟ اینو میگن از صبح بذارین دیگه، ولی من هم از ساعت 10:30 صبح گذاشتم، الان هم که حدود 8 شبه. رسپی قدیمیه و الان با امین صحبت میکردم این غذا رو مادر بزرگش درست میکرده و خیلی هم خوشمزه میشده. منم یه بار این غذا رو امتحان کردم و خیلی لذت بردیم. این از این امین یه سوال دارم، فقط این برنج رو باید زنده برش داریم درسته؟ بله، برنج رو یکم زنده تر از معمول برمیداریم چون که قراره بعدن تو شربت دوباره پخته بشه، یک ساعت تقریبا بعدن قراره دوباره با شعله کم پخته بشه، برای همین ممکنه نرم بشه، برای همین سعی میکنیم یه مقدار زنده تر برش. اوکی، بس دیگه میریم دیگه تا زمانی که برنجمون نرم بشه و آب کشه. برنج رو همینطور که قبلا عرض کردم یکم زنده تر برمیداریم و صافش میکنیم، همون مدل برنج صاف کردن خودمون دیگه. اوکی، بس اینم از برنجش تا این مرحله که دیگه کاری نداشت، و ولی مرحله دم کردنش خیلی مهمه. میریم اون مرحله را هم امین به برنجمون بعد این که آبش رفت میریزیمش داخل یه قابلمه دیگه، آبکشش کردیم. حالا امین مرحله به مرحله میگه که چیکار کنیم. امین جان باید چیکار کنیم توی این مرحله؟ بعد شربتمون رو بهش اضافه میکنیم و اینم از شربتمون باید میکسش کنیم همشو که دیگه سفیدی دیده نشه. موقع میکس کردنم خیلی باید باهاش مهربون باشیم. یعنی چی مهربون باشیم؟ زیاد بهش ضربه نزنیم تا برنجامون خرد نشه. خب اینم از این. به به چه رنگی هم گرفت. الان داخل این شربت داره حسابی غلط میخوره. اما یه قلق خیلی مهم داره. اینجا رو دیدید؟ اما باید دوباره بعد اینکه میکس کردیم ببریمش داخل یه ظرف دیگه، داخل ظرفی که قراره برنجمون دمکش بشه. این از این. الان اون ظرفم میاریم. میتونی همینجا اونم بله. اونم همینجا اگه چیز کنیم فکر میکنم خیلی بهتر باشه. اینم از این. حالا یه مقداری روغن کف قابلمه اضافه میکنیم، قابلمه مورد نظر. خب حالا این برنجا رو باید ورداریم جوری که شیره ته بمونه. این با شیره مخلوط شده، شیره ها ته میمونه. شیرهایی هم که باقی میمونه رو توی سه مرحله به برنج اضافه میکنیم که شیره ها همه نره تهکش بشه و بره پایین برنج بشینه. امین جان برو ببینیم چیکار میکنی. بله. آبکش میخوادش. بله. یه کفگیری که آره. آبکش دار یکم باید حوصله داشته باشیم، طول میکشه. اوکی، پس اینو دیگه حالا میذاریم زمانی که برنج کاملا پر شد داخل ظرف برمیگرد. این شربتیه که باقی مونده، برنجا رو قشنگ توش طعمدار کردیم و آوردیم داخل قابلمه گذاشتیم. اما اگه این شربت باقی بمونه همش تهنشین میشه و تهش میسوزه، تدیگ خوبی هم در نمیاره و رو طعمش هم تاثیر میذاره. حالا با شعله خیلی کم در قابلمه رو میبندیم، این شربت رو مرحله به مرحله میاریم از بالا به این شکل روی برنج میزنیم تا آب جوش رو میریزیم رو خلال پسته و بادوم، میذاریم یه 10 دقیقه بمونه که نرم بشه و بعدش یه تفت کوچیک هم فکر میکنم بهش بدیم. بله دیگه، بعدش هم تفتش میدیم که ترتر بشه. خب حالا اومدیم سراغ برنج، درش رو باز میکنی، وقتی که بخار کرد نگاه کنید شربت های داخلش خشک شده. حالا کاری که امین میکنه اینه، شربت رو میاره و ابالا رو تمام قسمت های برنج دوباره شربت میده. این کاری که میکنه شیرینی از بالا میاد همه برنج ها رو شیرین میکنه تا انتها و از ته گرفتنش هم جلوگیری میکنه. یه درس قشنگی بود که خود منم امروز یاد گرفتم. این از این. میایم دو مرحله دیگه هم این کارو میکنیم و غذامون آماده میشه. زیر قابلمم ببینید شعله پخش کن گذاشته، شعله پخش کنم پس یادتون نره. اینم سومین باریه که میایم و شهد رو بهش اضافه میکنیم. این شربت رو از بالا میریزه تو تمام قسمتاش.
به به. ببینید کفش هم خشک شده بود دیگه کاملا. الان دیگه وقت اینه که بریزیم و اینم فکر میکنم مرحله آخر باشه. حالا زمانی که برنج دم کشید میارم و بهتون نشون. خب همین چقدر بعد حالا گلاب بریزیم؟ برنج دیگه دم کشیده الان دقیقا. یه کوچولو یه قاشق چای خوری بیشتر. گلاب نیاز نداره. اوکی. به به چه عالی. در برنج هم واس کنم براتون ببینید برنج دیگه دم کشیده و آماده شده. من دوست ندارم که تدیگ بشه چون واقعا حیف این برنج رو ما تدیگش بکنیم. نمیذارم تدیگ بشه و میریم برای کشیدن این برنج با یه قیمه مشتی جا افتاده. امروز این داشت امین ما شاهکار درست کرد. قیمهش نامبر وان، پولش نامبر وان. من تعریف علکی نمیکنم. اگه غذا خوب نباشه میگم خوب نیستش. ولی تازه میفهمم میگن شیرازی ها غذا رو میخورن بغل غذا دارن میگن آقا اینو بزنی اصلا فانتومه. بیا از جلو بگیر ببینید اینا برنجش، برنجی که این همه شربت داره دون بودنشو نگاه بکنید. این برنج دونه دونه میبینی چقدر قشنگ و شکیل. ببخشید من دیزاینشو به هم زدم. اینم از این آمادش کردم. بعد اینم خورشش، اصلا این خورشه خیلی خراباتی شده. واقعا یه کار قشنگ و حرفه‌ای. همینجا دست درد نکنه. اگه میشه ما همینجا ایشون سند بزنیم به ما قول بده که دفعه بعد کلم‌پلو شیرازی را هم به همون آموزش بده. ان‌شاءالله حتما. شمت گرم. همین من این تست بکنم. من آدم زیاد بهونه‌گیری نیستم و اینکه فقط میخوام شیرینی اینو من امتحان بکنم و یه کوچیکم بذارید من اینو با قیمه میخورم و خیلی خوشمزه است. دو تا طعم دو تا مزه کنار هم دیگه پرفکته. اونی که اینا رو مچ کرده همینجا ما میگیم روحش شاد و دمش گرم. و فراموش نکنید میزان شکر رو لطفا کم و زیاد نکنید. بعد برای هر یک کیلو برنج ما چه میزان از شکر هست؟ 700 گرم. بس میزانتون باشه برای یک کیلو برنج 700 گرم شکر اضافه کنید و یه مقدار خیلی کم هم آب. یه پیمونه تقریبا یه پیمونه آب و یه استکانم روغن، یه استکان کوچیکم از روغن استفاده کنید که هم خوشمزه بشه هم خوش رنگ بشه. دوستتون دارم و به خدا بزرگ میسپارمتون. دم همه شیرازی‌ها گرم. خدا رو نگهدار. دمت گرم.